سلام، امیدوارم خوب باشید هر کجای دنیا که هستید. من سارا هستم، با یک لایو دیگه در خدمتتونم با یکی از همکارای عزیزم سارایا جان از انگلیس، و شاید هم دوستان دیگه‌ای به ما ملحق بشن. از اجازه بدین. سرای جان، من شما را اکسپت کردم و منتظر میمونیم که شما بیاید بالا. سلام 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 سارا جان. سلام سلام سارای جان، منو میبینید؟ بله عزیزم، من میبینم شما رو. بله شما خوبین عزیزم؟ مرسی مرسی، چه به موقع، همه چی خوبه سارای جان؟ آره مرسی، همه چیز خوب، هوای بهاری. والا این هوای ما که والا دیروز و پرروز، یعنی در واقع بهتون بگم که اینجا تفلک مردم توی کانادا، چون اینجوری هوای های عوض میشه، اصلا دیروز همه دیگه با تیشرت و نمیدونم آره، ولی امروز بارون و سرد و سرده. دقیقا اینجا هم همینطوره سارا جون، از صبح که میشه انقدر هوا متغیره، به قول دوستمو هم چت باید داشته باشی، هم کت باید داشته باشی، هم لباس آستین کوتاه، همه جور هست، هوا خیلی متفاوته، ولی خوبه در مجموع. آره دقیقا، به خاطر اینکه هوا بهاری. بله دقیقا میگم اینجا در واقع باور کن، امروز من صبح بلند شدم گفتم که یه مقدار این به صلاح این جکت هایی که خیلی خیلی سنگینه، چون این بوت ها اینا رو بخوام جمع کنم، دوباره میگم نه نگرش دار هنوز. عزیزم آره خیلی دقیقا. بله خب سارا جان، مرسی از اینکه اینجا هستی، ممنونم از حضورت. سارا جان، میخواستیم امروز راجع به این قضیه صحبت کنیم که کجای زندگی هستیم، کجای زندگی بقیه هستن، هدفی دارید، خواسته ای دارید، کجا هستین؟ میخواید که شما راجع به این قضیه صحبت کنیم و با هم دیگه در واقع یه گپی بزنیم دیگه و آخرش هم بریم سرش به بیزینسمون. بفرمین سارا جان. اتفاقا آره دیگه، چون خواسته هامو واقعا با یه جوری با کارمون در ارتباط هست. سارا جون، من راستش الان خب میدونی که من همیشه اینجور بودم که بعد از اینکه درسم تموم شده سنگین کار کردم، به هر حال 7 سال دانشگاه سخت و سنگین کار کردم، بلا فاصله بعد از اون هم که کار زیاد بوده، الان توی مرحله ای هستم که دلم میخواد که هر وقت که دلم هوای سفر کرد همه یه وسایل ضروری رو بذارم توی چمدونا، بتونم برم سفر. سارایا جان، من معذرت میخوام، دارم قطع میکنم، دارم میخوام افسانه جان فکر کنم میخوام به ما جون بشن، ببخشید. منتظرش هستیم. بله افسانه عزیز، افسانه جان من اکسپت کردم عزیزم، ببخشید سارا جان، بفرمایید. من خیلی معذرت میخوام. سلام سلام، چطوری؟ خوبین؟ ببخشید حرفتون رو قطع کردم. نه ببخشید، خوش اومدی افسانه جان. مرسی، خیلی ممنون. خوبی؟ مرسی مرسی عزیزم، خیلی خوش. بفرمایید سارا جان. گفتیم افسانه جون، سوال این بود که الان تو چه مرحله ای از زندگی هستی و چه خواسته ای داری؟ من داشتم میگفتم که بعد از این همه کار سنگین و برنامه هایی که داشتیم، و الان دلم میخواد یه موقعیتی باشه که هر وقت که دلم خواست خلاصه وسایل ضروری بذارم توی چمدون و برم سفر دیگه، نه نگران مرخصی گرفتن باشم، نه نگران این که خب حالا کارم تعطیل میشه باشم، رئیسم اجازه نده، یا اینکه حالا محدودیت هایی دارم برای سفر. واقعا به همچین مرحله ای رسیدم و خب چه چیزی بهتر از این؟ و فکر میکنم که همه این خواسته ها هم نیاز داره به اینکه خب از لحاظ مالی من دغدغه فکری نداشته باشم، هم از لحاظ بچه ها و هم از لحاظ اینکه خب به هر حال کارم به مشکل بر نخوره. و یکی از دلایلی هم که اصلا من این بیزینس رو انتخاب کردم همین قضیه بود که بتونم راحت هر موقعی خواستم برم سفر. این یکی از خواسته ها بود. حالا به بقیهش هم میرسیم. بذار افسانه جون که تازه نفس رسیده اونم بگه
تو چه مرحله ای هست؟ بفهم. آره من سوال جدیده، قبلا این سوالا رو نداشتیم، فکرشو نکردیم. من الان تو چه مرحله ای هستم؟ که توی مرحله شناخت، بالاخره شناخت استعدادهام، شناخت کاری که قبلا نکرده بودم و خیلی هم میترسیدم ازش، ولی با اینکه با ترسم کنار اومدم انجامش دادم، الان میبینم که نه ترسی هم نداشت. و خب من قبلا با بیزینس میونه ای نداشتم، همیشه هم میگفتم که بیزینس ریسکه، بیزینس کار نمیکنه، نمیدونم تنهایی نمیشه کار کرد اینا، ولی الان با این بیزینس فهمیدم که تنهایی هم میشه کار کرد و با شرایط سختش هم میشه کنار اومد، به خاطر اینکه اگر ساپورت داشته باشی و برنامه روشن باشه چرا که نه. و همینجورم هم که سرایه جون گفت، خب دیگه ما عمری رو کار کردیم دیگه، حالا نمیگیم چند سالمونه، ولی به مرحله رسیدیم که دوست داریم یکم هم از زندگی لذت ببریم، کارام کردیم، درسامون رو خوندیم، بچه ها بزرگ شدن، دیگه میخوایم یکمی فراغ بال داشته باشیم. و با کمک یه بیزینس آنلاین واقعا آدم این امکانو داره که به کارهای عقب موندهش، به هابیایی که هنرهایی نمیدونم علاقه هایی که نکرده الان انجام بده، سفر بره، نمیدونم، خلاصه درآمدم داشته باشه و دیگه دوستای جدیدم پیدا کنه، وارد یه کامیونیتی بشه و اینا، که همش خوشحالم از این شرایط الان توی این مرحله هستم. من اینو یادم رفت بگم که من موقعی که این بیزینس رو شروع کردم تو مرحله چیز بودم، مرخصی استعلاجی بودم و فرصتش رو پیدا کردم که روی سلامتی من کار بکنم و در کنار کار که میکنم به سلامتی من برسم و خدا رو شکر خیلی بهترم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. آره خدا رو شکر. واقعا همونطوری که سارا جان، افسانه جان شما گفتین، من خیلی خوشحالم به خاطر اینکه ببینید مثلا ماها توی یه مرحله این به اصطلاح به این بیزینس اومدیم، مثلا این کار آنلاین، این بیزینس رو شروع کردیم، چون واقعا خیلی مشخص میدونستیم کجا هستیم و میدونستیم که چی میخوان. این خیلی مهمه. و دقیقا من وقتی که داشتم راجع به موضوعی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، گفتم دقیقا ما طرف صحبتمون و اطلاعاتی که میخوایم بدیم به اون کسایی هستش که در واقع این شرایط ما به اصطلاح میدونن کجا هستن و چی میخوان و یه اهدافی دارن، نه که کسایی هستن که ما میدونیم به هر حال دور و اطرافمون، دوست آشنا، که انگار که مثلا خیلی این یه ربات به دنیا اومدن، یه دوره‌ای داشتن، تینیجر، جوون، حالا ازدواج کردن و الان اصلا زندگیشون راکت، نه خواسته‌ای دارن، اصلا هیچی نیست، یعنی واقعا رکود کامله. ولی خب به هر حال ماها حالا اون استجار رو گذاشتیم کنار، حالا به این مرحله رسیدیم که حالا الان مثلا خواسته هم کاملا مشخصه و این واقعا کاملا زندگی آدم رو متفاوت میکنه. من یکی دو روز قبل یه لایو داشتم، بعد چون همیشه میگم تمام لایوام، تمام ویدیوام یا بر اساس به اصطلاح چیزایی که خودم، تجربیات خودم یا مطالعاتی که میکنم، اونه یه مقاله خیلی جالبی خوندم، میگفتش که خیلی مثلا خیلی مهمه که شما خواسته هاتون بدونین چی هستش. گفت مثلا یه مثال خیلی قشنگ زده بود، میگفتش که مثلا مثل اینه که شما کنار یه استخر نشستین، دارین میبینین که یک نفر داره غرق میشه، اگر که شنا بلدین در جا میپرید توی آب و اونو نجاتش میدین، ولی اگر که بلد نیستین به هر حال نمیشینید همینجوری نگاه بکنید، که بلند میشین میدوید میرید این ور اون ور، چه میدونم یه چیزی، یه تیوپی، یه چیزی میندازین توی آب که طرف رو نجاتش بدین. درست میگفتش که عین اینه که شما
خواسته هاتون رو میدونید، بعد شروع میکنید به تلاش کردن، جستجو کردن، تحقیق کردن حالا چجوری میتونید به اون خواسته هاتون برسید. و دقیقا همونطوری که حالا سارای جون، افسان جون هر کدوم به یه دلایلی اومدن، و واقعا دلیل من که اومدم، من میدونستم کارم بسیار دوست داشتم، برای خدا رو شکر 20 سال این کار رو انجام دادم، یک کار حرفه‌ای رو دوستش هم داشتم، ولی خب منطقی و میدونستم که این کار من همیشه واقعا مستلزم اینه که قوای جسمی 100% کاملی داشته باشم، و واقعا این منطقی نبود، همیشه که اینطوری نیست، یا واقعا به فکر این بودم که انتخاب من چیه، و میگم من جز اون کسایی بودم که واقعا اتفاقی نبود که این به اصطلاح با این کار آنلاین انجام آشنا شدم، میدونستم چی میخوام و تحقیق کردم همیشه، و از طریق یک اد به صلاح یه خانومی اومده بودن داشتن توضیح میدادن که الان کوچ من هستن، و با این بیزینس آنلاین آشنا شدم، و واقعا خوشحالم، خوشحالم از اینکه جایگاهی که الان دارم، نمیگم 100% اون خواسته ها ما بهش رسیدم، ولی خوشحالم که حداقل توی راه هستم و به اصطلاح دارم میرم به جلو، اون زندگی راکت رو ندارم، و من خیلی خوشحال هستم. سارا جان، رفسان جان، هر چی دوست دارین اضافه کنین، از تجربیاتتون هست، هر چی که دوست دارید لطفا. در تکمیل صحبت سارا جون، اینو من می‌خواستم بگم که ما خیلی وقتا از همون اول طالب یک چنین زندگی بودیم، یه زندگی که حالا آروم باشه، بدون دغدغه، یه کاری که محدودیت زمان و مکان نداشته باشه، روزی 2-3 ساعت وقت بذاریم روش، بتونیم انجامش بدیم، همینجور فلکسیبل. خیلی وقتا خیلی چیزا رو می‌خوایم، ولی وقتی بهش نزدیک میشیم، در دسترسمون قرار میگیره، ها انگار یه جوری تازه ترس میگیره ما رو، میگیم ما نمی‌خوایم تغییر بکنیم، ما باید حتما از اول تا آخرش رو بدونیم، مطمئن بشیم. و همین ایدئال گرایی، همین سخت گیری هایی که حالا بعضا میشه اسمش رو گذاشت وسواس هایی که داریم، این که میخوایم تا ته قضیه رو در بیاریم، شاید مانع از این باشه که اون همون چیزی که سالها فکرش رو میکردیم و حالا توی یه قدمی ماست بهش برسیم. من خیلی وقتا این قضیه برام پیش اومده، نمیدونم شما تجربهش رو داشتین یا نه، و واقعا حالا جالب بود که یه مطلبی رو میخوندم، میگفت واقعا لازم نیست برای هر چیزی به 100% اطلاعاتش برسید. نمیتونید، به خصوص در مورد چیزی مثل دیجیتال مارکتینگ که یک کمی ناشناخته هست، جدیده، اگر تقریبا به 60% اطلاعاتی که لازم هست در مورد یک کاری برسین، اونا رو دسترسی پیدا کردین، واقعا شروعش بکنید. چون هیچ چیزی رو واقعا، ما اون موقعی که می‌خواستیم رشته دانشگاهیمون رو انتخاب بکنیم، اون وقتی که کارمون رو بعد از دانشگاه انتخاب کردیم، واقعا نمی‌دونستیم ته تهش چیه، و شروع کردیم، رفتیم، خب خیلی از کارهام در طی اون پیش اومد، مسیر هموار شد. ولی الان بعضی وقتا من با بعضی از دوستان که حرف میزنم، یک سوالاتی میکنن و یک ابهاماتی دارن که واقعا از حیطه اطلاعات من هم شاید خارج باشه، و میگن ما باید تا ته این قضیه رو در بیاریم. من میخوام ببینم که آیا واقعا هر کاری رو شروع کردیم تا آخرش رو مطمئن شدین، متوجه شدین، یه درصدی اطلاعات کسب کردین، عصر اطلاعات و بهش رسیدین، همین قضیه هست. من خودم هم همینجور این بیزینس رو شروع کردم، و واقعا هر روز بیشتر از قبل به خودم میبالم که این بیزینس رو شروع کردم، که خب حالا همه اون چیزهایی که شاید در انتظارش بودم، همون سفر رفتن، داشتن آزادی فکری، وقتی، زمانی، برای من محقق شده. دقیقا. افسان جون شما اضافه کنید، میدونم که یه عالم میتونیم یه عالم تجربیات خودتون بگو عزیزم. برای تکمیل صحبت های سرعی جون، واقعا نمیشه هر کاری که میخوان بکنیم تا 100% مطمئن بشیم یا بدونیم و شروع کنیم. بعد خیلی از کارها رو باید شروع کرد تا فهمید که اصلا آدم اون کار هستیم یا نه. تو مسیر آدم به پتانسیلاش پی میبره، به کمبودا پی میبره، کمک میگیره و میتونه که پیش بره. وگرنه اگر بشینیم فقط بخوایم چک کنیم همه چیزو، هیچ چیزی رو نمیتونید 100% مطمئن باشیم. حتی اگر کاملا بررسی بکنیم، کسی هم بهتون گارانتی بده، فکر نمی کنم، مخصوصا توی بیزینس هیچ وقت 100% نیست همه چی.
باید امتحان کرد و یه موقعیتی که توی این زمینه پیش میاد برای آدم که میشه به این راحتی، یعنی به راحتی که نه، ولی خب خیلی ساده میشه برگزارش کرد، یعنی شروع کرد، چرا آدم امتحان نکنه؟ بعد کجا میشه یه بیزینسی پیدا کرد که با این هزینه، با هزینه ای که خیلی نسبت به بیزینس های دیگه واقعا خیلی حداقله و خیلی کمه، یه بیزینس شروع کنید و یه مهارت به روز دنیا رو یاد بگیرید. الان همه جا حرف دیجیتال مارکتینگ، حرف تبلیغات اینترنتیه و هر بیزینسی که داشته باشین بدون تبلیغات هیچه، اصلا کار نمیکنه. چون اون قولای مارکت هم اگر که تبلیغ نکنن و آنلاین نفروشن، باید مغازه هاشون هم ببندن. خیلی از درآمدشون الان از آنلاینه و بنابراین شما یه مهارتی رو با این بیزنس یاد میگیرین که در کنار این بیزنس هم میتونین جاهای دیگه استفاده کنین، به کسانی دیگه آفر بدین یا خلاقیتاتون رو توش نمایان کنین و بعد یه پورتفولیوی خوب درست کنین برای یه کار دیگه و هم از این کار درآمد داشته باشین هم از کارهای دیگه و نیازی هم نیست که حتما شغل الانتون رو ترک بکنین که بتونین بیزنس رو شروع کنین. خوبیش اینه که تو هر زمانی شما وسط کار، زنگ تفریح، نمیدونم نهار شب، بچه ها خوابیدن، به جای فیلم دیدن این ویدیوهای آموزشی رو نگاه میکنین، یه کاری یاد گرفتین و خوبیش همینه که سیال با موبایل و لپتاپ با اینترنت هر جایی که باشین، تو سفر، سر کار، نمیدونم یه کافی شاپ، همه جا میشه این کار انجام داد و ازش پول در آورد. پس چی از این بهتر؟ من فکر میکنم که یه فرصت استثنائیه که یکم هم ناشناخته هست ولی کم کم داره شناخته میشه و این همه که بهش جوین میشن، مثلا الان که از 200,000 تا رد کردی، معلومه که یه چیزیه که نیاز روزه، همه بهش اعتماد کردن، اومدن و دارن کار میکنن، درآمد دارن. پس اونایی هم که منتظرن که 100% مطمئن بشن، بدونن که باید واردش بشن تا حداقل وارد دوره 30 روزه بشن تا بدونن که چه خبره. توی لایو ما خیلی نمیتونیم توضیح بدیم، یه بخشایی داره که باید نمایش داد، نمیدونم گراف و تصویر نشون داد، ویدیوهایی هست باید ببینن و خودشون تصمیم بگیرن. ما شاید داریم اقرار میکنیم یا داریم کم میذاریم از گفتنش، بنابراین باید با گوش و چشم خودشون ببینن، بشنون و اعتماد میکنن. دقیقا، به خصوص که افسانه جون، من همیشه میگم که به هر حال قدم اول مهمترین و سختترین قدم، بردارید قدم اول و اینکه به خصوص یک فرصت استثنایی و واقعا کمیاب این بیزینس ما، این کمپانی ما، این دوره 30 روزه‌ای که به افراد این چند سهینو میده که بیان خودشون بررسی کنن 30 روز، من فکر میکنم دیگه واقعا فرصت خیلی استثنائیه و زمان زیادیه که میان افراد با درآمدهای واقعی آشنا میشن و چگونگی به اصطلاح به دست آوردن درآمد، سیستم کار آشنا میشن و دیگه هیچ اکسکیوزی دیگه نمیمونه واقعا برای آدما که بازم به هر حال وسواس به خرج بدن و عقب بشینن. من خودم یک روز همه رو گرفته بودم، میدونستم همش میگفتم هفته بعد. یه روزی واقعا من جلوی در وایستاده بودم که برم سر کار، زنگ زدم به آفیس همینجوری به همین راحتی، گذاشتم روی هول، نشستم و تمام یعنی واقعا تصمیم نهاییم و بازم همه اطلاعاتی که داشتم نشستم همه رو گذاشتم کنار هم دیگه و میگم همیشه من همیشه مینداختم به فردا، به هفته بعد، و باید ما یه جای شروع بکنیم و به همه میگم لطفاً بیاین، این یک فرصت استثنائیه، شما چانس اینو دارید، خودتون بررسی بکنید، خودتون تصمیم بگیرید، ولی اگر که هست این چانس از خودتون نگیرید، این واقعاً به خودتون این به اصطلاح این فرصت رو، از این فرصت استفاده بکنید و چه میدونم امتحان کنید، همین فقط من میتونم همینو بگم. مرسی، خواهش میکنم سارای جان. افسانه جان دیگه چیزی شما اضافه نمیخواید بکنید و لطفاً هر کدوم شما لطف کنید فقط شرایط ورود به این به اصطلاح بیزینسمون رو بگید لطفاً. حتما بگم منم افسانه جان، خواهش میکنم.
بله بله همه دوستان عزیزی که الان بعد از شنیدن این صحبت ها و بعد از خیلی از صحبت های دیگه ای که ما داشتیم مایل هستن که اطلاعات بیشتری راجع به بیزینس داشته باشن، امتحان کردن این بیزینس کاملا بدون ریسک و مجانی هست. لطفا اسم و ایمیلتون رو برای من یا سارا جان یا افسانه جان عزیزم که انگار تصویرش هم فریز شد، میتونید اسم و ایمیلتون رو برای ماها بفرستین یا توی وبسایت هر کدوم از ما که توی بایو پیج هست ثبت نام بکنیم تا ما بتونیم اطلاعات لازم رو برای شما بفرستیم. این اطلاعات کلی هست، به صورت وبینارهای 90 دقیقه‌ای هست که از طریق ایمیل برای شما ارسال میشه و بعد از اون اگر خواستید که اطلاعات بیشتری داشته باشید وارد مرحله آزمایشی ما میشید. این مرحله آزمایشی واقعا یکی از نعمت‌های این بیزینس هست، از نگران نباشید، کاملا ریسک فری هست، با پرداخت 149 دلار وارد این مرحله آزمایشی میشید و اطلاعات لازم رو میگیرید، با کوچ تماس تلفنی برقرار میکنید، عضو گروه فیسبوکی ما میشید و بعد از اون اگر که مایل بودید که وارد بیزینس میشید و اگر توی این 30 روزی که توی دوره آزمایشی هستین به هر دلیلی تصمیم گرفتین که وارد بیزینس نشید، مبلغ به طور کامل به شما برگشت داده میشه. مرسی عالی بود، عالی بود، مرسی افسانه جون. فکر کنم که مشکل اینترنت ما سورپرایز نمیشیم به خاطر اینکه لایف هست و توی لایف هر چیزی ممکنه پیش بیاد. در هر صورت سرای جون مرسی، متشکرم افسانه جون. اگر که بعدن یا الان به هر صورت صدای منو میشنوی متشکرم که امروز اومدین و امیدوارم که روز افسانه جون اشکال نداره عزیزم، مرسی که دقیقا در صورت ما با یک لایو دیگه چهارشنبه بعد، هر چهارشنبه درسته، به ساعت 2 به وقت تورنتو و سارا جان 7 به وقت انگلیس ما در خدمتتون هستیم و مرسی از همه کسایی که ما رو همراهی کردن. مرسی، متشکرم سارا جان. مرسی از شما سارا جون و عزیزی که ما رو همراهی کردن. مرسی از مرسی عزیزم، خداحافظ.